نیکی سانگ از باراجو به سفرش در افغانستان در مورد سفر اخیرش صحبت نمود و گفت که شاهد دستاوردهای بیشتر زنان افغان در عرصه سیاسی و اجتماعی بوده و یکی از حامیان قانون محو خشونت علیه زنان است، طرفدار سیستم قضایی بهتر در افغانستان و دسترسی زنان افغان به عدالت است. خانم سانگ در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا در مورد حمایت آینده کنگرس از زنان افغان صحبت نمود. در آغاز از وی پرسیدم آیا خروج کامل قوای آمریکایی می تواند برای دستاوردهای زنان تاثیر منفی داشته باشد؟ وای در پاسخ گفت: Well, you know, I've been to Afghanistan 6 times. من 6 بار به افغانستان سفر کردم. بخصوص سفر آخرم به افغانستان 2 سال قبل بود و نگرانی زیادی در میان زنان افغانی که ما ملاقات کردیم محسوس شد. در میان این زنان اعضای پارلمان، رهبران جامعه مدنی، مؤسسین، استادان پوهنتون نیز شامل بودند. آنها نگران آینده خود بودند، ولی به نظر من حضور زنان در انتخابات بار اول بسیار امیدوارکننده بود. واقعا زنان به درجه‌ای در انتخابات سهم گرفتند که به عنوان نشانه مثبت میتوان به آن نگریست. اما این را رد نمیتوانیم بکنیم که اوضاع در افغانستان حساس است و چگونگی پروسه انتقال قدرت به رهبر جدید و اینکه تا چه حد نتایج قابل قبول است و امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و واشنگتن چگونه خواهد بود، در حالی که میدانیم هر دو کاندید با آن متحد شدند، این همه موضوعات جدی میباشد. چگونگی این تحولات و راه حل های آن نیز آینده را تعیین خواهد کرد. مقاله شما در مجله تایم جالب بود و بخصوص اینکه شما مقیاس ارزیابی پیشرفت افغانستان را در پیشرفت زنان یافتید. کمی در این مورد بیشتر توضیح بدید. خب ما در ماساچوست یا بهتر بگم در امریکا یک گفته داریم که با موفقیت زنان امریکا موفق است. بسیار این موضوع به افغانستان نیز صدق می کند، به خاطر که فکر می کنم زنانی که موفق می شوند می توانند از دستاوردهایشان در دراز مدت حفاظت کنند. با در نظر داشته دستاورد برجسته زنان افغان، ما شاهد حضورشان در انتخابات و خدماتشان در پارلمان و عهده‌دار شدن رهبری پوهنتون ها و تدریس زنان دیگر و یا در عرصه رهبری جامعه مدنی در رسانه‌ها و اردوی افغانستان بوده ایم. تمام این تعهدات با آینده افغانستان اعتبار می بخشد. زنان نمی توانند با پیشرفت هایی که داشتند به عقب بازگردند. و طی سفر اخیرم به افغانستان متوجه شدم که نتایج ابتدایی انتخابات واقعا مشوق حضور گسترده زنان بود و آنها حس کردند که با پیشرفت موفق خواهند شد تا بخشی از آینده کشورشان باقی بمانند. فکر می کنید که رهبر جدید در افغانستان چگونه بر دستاوردهای زنان و شمولیت آنها در صحنه سیاسی و اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت؟ خب بسیار امیدوار کننده بود. زمانی که در انتخابات دور اول هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان با گروه های زنان فعال افغان ملاقات کردند و موضوعات زنان را مورد بحث قرار دادند. فکر می کنم این خود بر دستاورد زنان تاکید می کند و اینکه کاندیدان می خواستند رأی زنان را به دست آورند و فکر می کنم وعده هایی که در ملاقات با این زنان داده شد نباید نادیده گرفته شود. این مسئله مربوط زنان افغان است که در صحنه سیاسی کشور حضور دارند تا هر فردی را که برنده شد مسئول بدانند و با او با جدیت یادآوری کنند که شما رأی ما را با ابراز این نظریات به دست آوردید و اکنون ما از شما می خواهیم تا آن را عملی بسازید. قوای افغان اکنون مسئولیت امنیتی افغانستان را به عهده دارند. در این میان تعداد زنان افغان نیز شامل می باشند، ولی تعداد آنها بسیار کم. به نظر شما با موجودیت برخی ترغیب ها یا می توان حضور زنان را در صفوف قوای امنیتی کشور تشویق نمود؟ طی سالهای گذشته که ما به افغانستان سفر کرده ایم، حضور تعداد زنان در صفوف قوای امنیتی و پلیس یکی از موضوعات مهم برای ما بود. این موضوع یکی از نگرانی های اصلی ماست. در حالی که تعداد قوای افغان بیشتر می شود، موفقیت آنها تا حد مربوط به حضور زنان است. خب در سفر اخیر ما با وزیر دفاع در این مورد صحبت کردیم، در حالی که وجه مالی برای تربیه قوای امنیتی زن مد نظر گرفته شده است. سوزان دیویس همکارم از ایالت کالیفرنیا مشخصا تاکید کرد که زنان بیشتر برای پیوستن به قوای امنیتی آموزش ببینند. به نظرم یکی از موضوعاتی که می تواند مفید واقع شود این است که چطور پروسه آگاهی رسانی به زنان صورت گیرد و زنان علاقمند استخدام شوند. در حال حاضر فکر می کنم که 300 زن در صفوف امنیتی کار می کند و به زودی تعداد آنها به 600 یا 700 می رسد. خانم سانگ همچنان گفت که موضوع زنان افغان یکی از مسائل مورد علاقه برای اعضای کنگرس از هر دو حزب است و در رأس برنامه های کاری اعضای کنگرس قرار دارد. مصاحبه کامل با خانم نیکی سانگ را در صفحه یوتیوب تلویزیون آشنا و وبسایت ما نیز تماشا کنید.